به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه زبان آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نسرین پاغنده هستم، مدرس زبان انگلیسی، در خدمتون هستم با درس 27. عزیزانی که اولین بارشون الان دارن این ویدیو رو میبینن یا هنوز کانال رو سابسکرایب نکردن، حتما توصیه میکنم که این کار رو انجام بدین که اگر درس جدیدی، آموزش جدیدی آپلود شد، نوتیفاید بشید از طریق یوتیوب و اون قسمت آپشن زنگوله رو اگر فعال بکنید، دیگه هر درس آموزش جدیدی که داخل کانال Learn English and German آپلود میشه شما مطلع میشید و میتونید اون رو به زودی استفاده بکنید. خب عزیزانی که درس ها رو فالو کردن یادشون هست که ما تا زمان گذشته ساده رو برای افعالی که نشان دهنده یک عمل و یا یک حالتی بودن رو کار کردیم. منفیش رو کار کردیم، yes no questions رو کار کردیم و wh question. اما همونطوری که جلسه پیش بهتون گفتم، گفتیم که طبق معمول ما دو نوع فعل داریم، افعالی که نشان دهنده بودن و هستی چیزی هستن که بهشون گفتیم میگیم افعال to be، یعنی یک عملی انجام نمیشه، از وجود چیزی، از کیفیت و چگونگی یک چیزی وقتی که ما میخوایم صحبت بکنیم باید از افعال to be استفاده بکنیم. جاهای دیگه کاربردهای دیگه هم داره ولی در حالت کلی به این معنا هست. خب اینا چجوری میشه؟ از درس امروز ما میشه simple past of to be verbs. اوکی؟ خب در حالت کلی یه فرمی دارن افعال to be که من اینجا نوشتم با هم کار میکنیم و بعد وارد مثال ها میشیم و در واقع فانکشنش رو با هم یاد میگیریم. در حالت کلی برای افعال to be، اگه یادتون باشه تو حال ساده گفتیم افعال to be ها چیا هستن؟ I am، you are، he is، she is، it is. خب پس is شد برای I، he، she و it، درسته؟ حالا همین is و اگر بخواد برای زمان گذشته بشه میشه was، تموم شد. پس I was، he was، she was، it was. اوکی؟ منفیش چی میشه؟ اونجا میگفتیم isn't، اینجا میگیم wasn't. So I wasn't، he wasn't، she wasn't، it wasn't. اوکی؟ بس این شد حالت منفیش به همین راحتی. حالا برای you، we، they میگفتیم چی؟ فعل تو بیش چیه؟ are. آفرین، are میشه were، تموم شد. پس you were، we were، they were. منفی اونجا they aren't، now we have they weren't. اوکی؟ For example I can say I was tired، من خسته بودم. اوکی؟ He was tired، او خسته بود. She was tired، اون دختر خسته بود. But we cannot say it was tired. It was amazing. Okay. It was difficult. It was clear. اینطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم برای چیزی که در زمان گذشته. آیا عملی انجام شده؟ نه. چی بود؟ من چی بودم؟ خسته بودم. اون سخت بود. از چگونگی و وجود و هستی چیزی صحبت کردیم. در رابطه با اینا هم همینطوریه. مثلا میگیم که مثلا you were at school yesterday، تو مدرسه بودی. آیا تو کاری انجام دادی؟ نه، میخوام بودن شما رو نشون بدیم. اوکی؟ you were at school yesterday، we were at school yesterday، they were at school yesterday. And for the negative form we use weren't، wasn't. خب این شد کل فانکشن ما، کل فرم و استراکچر ما برای زمان گذشته ساده افعال to be. چون دیگه تقریبا تکراریه، یعنی اون روالی که ما داریم برای زمان ها تکراریه، من تصمیم گرفتم همین الان yes no question و wh question رو بگم. چرا؟ چون ما به طور مفصل هم تو زمان حال ساده کار کردیم هم تو زمان گذشته ساده. اینجا چیز عجیب و غریب یا چیز جدیدی نداریم، فقط راحت بهتون بگم جای اینا با هم عوض میشه، یه چیز آشناییه براتون، درسته؟ So
اگر بخوام که yes no question رو استفاده بکنم was برای he or she or it میاد اول بس میشه was he was she was it okay for example was she was he single آیا او مجرد بود or was she married آیا اون خانم متأهل بود okay or was it clear آیا واضح بود این درسی که مثلا ما همیشه آخر کلاس میگیم یا موقعی که گرامر درس میدیم یا نکته میگیم was that clear was it clear یعنی واضح بود متوجه شدی کامل you say yeah it was crystal clear کاملا مشخصه کاملا واضح بود چیزی که شما درس دادید خب و برای اینها هم where میاد اول یعنی فقط جاشون با هم عوض میشه Were you? Were we? Were they? حالا WH question چجوریه؟ بلدیم. هیچ کار خاصی قرار نیست انجام بدیم. یکی از اون WH question هایی که یاد گرفتیم بنا به اون چیزی که میخوایم بپرسیم بوده چگونگیش رو میخوایم سوال بکنیم WH میاد اول مثل when, where, how often, how long, how much, how many. Okay? These are WH question. So, پس ما میگیم که WH question رو میگیم اول plus was and were و بعدش یکی از این افعال to be بسته به اون فاعلمون اونجا اون فاعل تعیین میکنه اون کننده کار تعیین میکنه که ما اینجا باید was بذاریم یا were بذاریم که اینجا بالا گفتیم که کجا باید was بذاریم کجا باید were بذاریم خب همه اینا رو بذاریم کنار اوکی اصلا با اینا کار نداریم بریم ببینیم چی میتونیم بگیم جمله میخوایم بگیم در زمان گذشته ساده با افعال to be هم جملات مثبت هم جملات منفی هم yes no question هم wh question برای شما مثال زدم تا کاربرد این گرامر کاملا توی ذهنتون بشینه مثلا میخوام بگم که ما خیلی میگیم دیگه مثلا میریم مهمونی میگیم چه مهمونی بود مهمونیش افتضاح بود همه سرشون تو گوشی بود نمیدونم واقعا مهمونی های الان همه سرشون تو گوشیه و عملا حالا فقط اومدیم یه دوره همی باشیم حالا یه شامی بخوریم ولی مثل گذشته ها نیست که مهمونی ها خیلی خوش میگذشت خب مثلا میخوام بگم مهمون چون مهمونی رو رفتم تموم شده این عمل در گذشته انجام شده میخوام حسمو بگم میگم چی the party was terrible The party was terrible. مهمونی افتضاح بود. Terrible میاد شدت بد بودن یک چیزی رو شما میخواییم بگین. میگین terrible. For example, the food was terrible. My trip was terrible. Okay? So, the party was terrible. I didn't like it. مخصوصا بچه ها. آوردم این دوتا رو کنار هم گذاشتم که یادتون باشه ما همزمان چند تا گرامر رو موقع صحبت کردن گاهی اوقات استفاده میکنیم و باید یاد بگیریم تسلط داشته باشیم صرفا اینکه این درس رو میدم فکر کنید فقط تو جملاتتون اینطوری نه ما توی مکالمه خودتون دیدیم با یهویی میبینید توی مکالمه ما 10 تا مورد گرامری داریم خب الان این گرامر درس قبلمونه فعل ما لایکه میخواییم یک عملی رو نشون بدیم و منفی میخوام بگم بنابراین گفتم I didn't like it من خوشم نیومد من دوستش نداشتم So the party was terrible I didn't like it okay? من خوشم نیومد مثال بعدی رو نگاه کنید میخوام بگم که دیشب اصلا حس و حال خوبی نه خیلی موقع ما این جمله رو زیاد استفاده میکنیم حالا نه دیشب یه زمانی هست میگم مثلا دیروز یا امروز صبح یا هر زمانی رو که گذشته ازش مثلا میگیم که من اصلا حالم خوش نبود نه به این منظور که از لحاظ سلامتی جسمی ها اوکی از لحاظ روحی از لحاظ تو فارسی هم ما میگیم تو مود نبودم تو مود خوبی نبودم دوباره گذشته میگم چی I wasn't منفی دارم میگم میخوام منفیش استفاده کنم I wasn't in a good mood last night I wasn't in a good mood last night دیشب کلن قاطی بودم حالم خوب نبود حس و حال خوبی نداشتم I was disappointed یه احساس ناامیدی داشتم یا انشالله هیچ وقت این جمله رو استفاده نکنید امیدوارم همیشه بگید I was in really
really really good mood last night yesterday okay ولی خب مثال بعدی رو نگاه بکنید. خیلی پیش میاد دیگه، ما میگیم که مترو خیلی شلوغ بود یا خیابونا خیلی شلوغ بود، مترو خیلی شلوغ بود. خب میگیم the subway were really crowded. crowded یعنی شلوغ. اوکی crowded صفت هست یعنی پر ازدحام، پر جمعیت. خب یا مثلا میگیم the streets were really crowded. خیابونا خیلی شلوغ بودن. متروها الان جمع بستن. چون جمع هست بنابراین میشه they و they فعل to بیش در زمان گذشته were هست یاد گرفتیم. So the subways were really crowded. حالا اگه بخوام بگیم مترو شلوغ بود، یه دونه منظورمون اون متروی که ما استفاده کردیم، میگیم the subway was really crowded. اوکی مثال بعدی رو نگاه بکنیم. میخوام بگم که اونا خیلی با ما خوب برخورد کردن، خیلی با همون مهربون بودن، خیلی خوش برخورد بودن. مثلا سفر داریم صحبت میکنیم، میگیم ما رفتیم خیلی مهمون نوازی کردن، خیلی با همون خوب بودن. خب چجوری میگیم؟ میگیم they were very nice to us. They were very nice to us. چون عمل در گذشته انجام شده بنابراین دوباره ما گذشته استفاده میکنیم. اوکی حالا شما بستگی داره که کجا بخواید اینو استفاده کنید. من گفتم اینجا they were very nice to us. You can say you were very nice to me. اوکی or I was very nice to him. بستگی داره، تغییر باید بدین، باید creative باشین. اوکی فقط صرفا به این جملات بسنده نکنید. قالب رو دارم میگم دیگه، خودتون باید جملات متعددی بنا به اون موقعیتی که دارید ازش استفاده میکنید بسازید. خب مثال بعدی رو نگاه بکنید. این سوال خیلی خیلی سوال، حالا الان ما WH question مثال زدم، خیلی زیاد ما اینو میپرسیم، خیلی زیاد. اوکی I say how was your day, how was your weekend, how was your trip. سفرت چطور بود، روزت چطور بود، آخر هفته چطور بود. خیلی خیلی زیاد توی مکالمات ما اینطوری سوال میکنیم، با طرف صحبت میکنیم پشت تلفن، میگیم خب چه خبر، روزت چطور بود، how was your day. okay how was your weekend, how was your day, how was your trip. for example you say it was terrific. Terrific. Terrific یعنی it was great. It was wonderful. Okay? وقتی یه روز خیلی خوبی داشتین. Terrific یعنی خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی فوق‌العاده. خب؟ انشالله همیشه این جواب شما باشه. وقتی من میگم که وقتی که طرف مقابل از شما میپرسه که How was your trip? How was your night? How was your I don't know weekend? How was your party? Okay, how was your birthday party? You say it was terrific. Okay, it was wonderful. خب پس این هم دوباره کاربرد گذشته ساده برای افعال to be. این WH question. WH question بعدی رو نگاه بکنید. میخوام بگم که تو جمعه پیش کجا بودی؟ درسته؟ آیا چی عملی رو دارم سوال میکنم؟ نه، میخوام بگم کجا بودی یا شما قراره به من بگی کجا بودی. خب کجا میشد where، چون you داریم دوباره اینجا فعل to be میشه where. So we have two where here. Okay, the first one is where, the second one is where. یه ذره بچه تلفظشون فرق میکنه با هم دیگه، ولی اشکال نداره. شما اگه هر دو تاشم بگین where اشکالی نداره، ولی این دومیه یه ذره به او نزدیک میشه. سو ما میگیم where were you, where were you. okay where were you last Friday. دیشب کجا، چیز جمعه پیش کجا بودی. حالا این جمعه پیش تغییر میکنه، امروز صبح کجا بودی، اصلا کجا بودی، اصلا نمیخوام اینو بپرسم، where were you. اوکی این هم زیاد استفاده میکنیم. خب و WH question آخر رو نگاه بکنید. این هم خیلی خیلی مورد استفاده است، مخصوصا این مثال ها رو آوردم. عرضم به حضور شما توی رستوران، توی مهمونی، حتی تو جمع خانواده ما این سوال رو میپرسیم که خب غذا چجوری بود. خب میگیم how was the food. تموم شد. how چطور، was بود چی،
the food. چرا ده آوردیم؟ چون میدونیم کدوم غذا، غذا مشخصه در رابطه با کدوم غذا صحبت میکنیم دیگه، درسته؟ How was the food؟ غذا چجوری؟ غذا چجوری بود؟ مثلا شما رفتی رستوران، okay, you went to a restaurant and you're talking about that restaurant. I ask, okay, how was the food? غذاشون چجوری بود؟ You say, for example, it was delicious. خیلی غذاشون خوشمزه بود. It was delicious. یا خدای نکرده میگی it was awful. It was awful. افتضاح بود غذاشون. یا مثلا میگم how was the service؟ سرویسشون چجوری بود؟ خوب بود. چون میگه no, it was awful. افتضاح بود. و حالا بعد های مقدار گرامرمون پیشرفت بکنه، تو بعد که میخوایم مکالمه های مخصوص رستوران رو با هم کار بکنیم، اونجا دیگه مدل های مختلف صحبت میکنیم. پس توی این درس هم گذشته ساده یاد گرفتید، هم صفات خیلی مهمی رو یاد گرفتید. مثل چی؟ مثل crowded، شلوغ. مثل terrible، افتضاح. مثل awful، افتضاح خیلی بد. مثل delicious، خوشمزه. و terrific، عالی، فوق‌العاده. این صفات رو هم اضافه بکنید. البته لیست صفات رو توی تلگرام براتون گذاشتم، ولی استفاده بکنید تو جاهای دیگه، تو موقعیت‌های دیگه. این درس بسیار مهمه، بسیار کاربردی، و ما زمان گذشته ساده رو تموم کردیم. حسابی کار بکنین، تمرین کنین، جمله بسازین، صحبت بکنین. انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. برمیگردم با درس بعدی. آیدی اینستاگرام من مجددا میگم برای افرادی که تازه اولین بار دارن این ویدیو رو میبینن، Learn through English. اگر هنوز وارد کانال تلگرام نشدن و یا هنوز توی آیدی من رو پیدا نکردن، اونجا به من پیام بدن، من اونها رو اد میکنم داخل کانال. امیدوارم ساعت خوبی رو داشته باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.